بر شما بخیر. به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. معاون سیاسی ریاست الوزراء با شماری از بزرگان و متنفذان منطقه فارم هده ولایت ننگرهار دیدار کرده است. ارگ با نشر خبرنامه گفته که در این دیدار بزرگان قومی ننگرهار ضمن پشتیبانیشان از حکومت سرپرست مشکلها و پیشنهادات منطقهشان را نیز با معاون سیاسی ریاست الوزراء شریک کردند. مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله این وزارت گفتند که در یک سال پسین نزدیک به 2 میلیون تن از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشت نمودند. آنان افزودند که هنوز هم نزدیک به 7 میلیون تن از اتباعی افغانستان در کشورهای خارجی به سر میبرند. باشندگان در غرب کابل از وقوع انفجار در نزدیکی تانک تیل برچی خبر داده و می افزایند که در پی این انفجار دست کم 4 تن زخم برداشته و به شفاخانه انتقال داده شدند. به گفته باشندگان هدف این انفجار یک موتر نو مرسدیس غیر نظامیان بوده است. رسانه های ایرانی گفتند که زمان تشکیل شاخه خراسان گروه داعش تا اکنون این گروه عملیات های کوچک و بزرگ زیادی را در کشور و منطقه انجام داده است. از سوی هم این رسانه ها افزودند که مبارزه امارت اسلامی برای سرکوب کردن داعش در خاک افغانستان ادامه دارد. وزارت صنعت و تجارت از دیدار نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت با هیئت ایرانی خبر داده است. در این دیدار دو طرف در مورد بخش‌های ایجاد سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی، استخراج و کشف معدن میان دو کشور و ایجاد کارخانه های پروسس سنگ آهن دیدار و گفتگو کردند. در همین حال بازرگانان ایرانی پیشنهادها در زمینه سرمایه‌گذاری بر تولید برق آفتابی در افغانستان را نیز مطرح کردند. ورود کالاهای بازرگانی در کشور سبب کمرنگ شدن فروش و کاهش صنعت دستی در افغانستان شده است. شماری از صنعتکاران در پروان میگویند که میزان تولیدات و فروششان نسبت به گذشته 80% کاهش یافته است. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.